عارف که متولد 1259 یا 60 خورشیدی است و در 2 بهمن 1312 در دره مرادبیگ همدان به دود حیات میکه، در کنار مقبره بوعلی سینا در همدان آرام گرفته. او اهل رودبار محمد زمان خانی در قزوین است. صدای بسیار زیبا، سیمایی بسیار خوب، آهنگسازی بسیار خوب، یعنی قریحه برای آهنگسازی بسیار عالی و همچنین در خوشنویسی مهارت بسیار داشت و طبیعتاً شعر بسیار خوب می‌سرود. غزل‌های عارف در دوران مشروطه کمک شاعرانی در پیروزی مشروطه خواهان داشت، به طوری که او را شاعر ملی نام می‌دهند. عارف اونچنان زیبا می‌خوند و اونچنان غزل‌های خوب و اجتماعی انتخاب می‌کرد در هنگام آوازهاش که جمع و مخاطبین رو بسیار مسحور می‌کرد. عارف ضمناً کنسرت‌های بسیار زیادی داشته و اجرا می‌کرده و موسیقی رو از اون حالت مجلسی به سیستم مردمی تبدیل کرده. میشه گفت که زندگی خوبی نداشت. ازدواج اولش با خانم بالا، دختر ارمنی، به دلیل مخالفت ارامنه با ازدواج با مسلمانان موجب جدایی این دور فراهم بود. عارف ازدواج نکرد، تنها در انتهای زندگی در همدان کسی که براش کار میکرد یا همون کلفت خانه رو برد خودش در آورد، اگر نه ازدواج رسمی نداشت و فرزندی هم نداشت. او عوامل افسردگی خودش رو، مرگ 5 تن از دوستان خودش که به دلیل خودکشی صورت میگیره، میدونه و همچنین عارف نامه ایرج میرزا که در اون هجو عارف صورت گرفته. مرگ کلونل محمد تقی پسیان هم که از مشروطه خانه بسیار بزرگ بود و دوست عارف، باز در این بیماری افسردگی تأثیر داشت، تا جایی که عارف برای درمان به بغداد و استانبول رفت و بعدها دوباره به تهران و بعد کرمانشاه و همدان و همچنین عراق سفر کرد. عارف جزو مشروطه خواهان بود، از این جهت با اینکه حتی مظفرالدین شاه خواسته بود که او رو به سمت فراش خلوت ها منصوب کنه، عارف سرباز زد و به جمع مشروطه خواهان پیوست. غزلیاتش بسیار تاثیر خوبی در پیروزی مشروطه خواهان داشت. او در قزوین به دنیا آمد، بعدها به دلیل ازدواجی که به صورت پنهانی بود مجبور به حرکت به سمت رشت شد. بعدها وقتی به تهران اومد و با مشروطه خواهان هش و نهش داشت، یکی از دوستانش که خودکشی کرد به همین دلایل، عارف دچار یک جنون شد و برای مداوا به بغداد رفت و بعد از اونجا به استانبول و بعد بازگشت در همدان. موقعی در تهران بود، بعدش در اواخر عمر باز به همدان رفت. پیش از این البته در عراق هم چند سال زندگی کرد و در سن 59 سالگی بدرود حیات گفت. عارف از لحاظ تصنیف سرایی در ایران جز معتبرترین و مهمترین افراد به شمار میره. تصنیف هم به معنای واقعی به قطعی در موسیقی ایرانی گفته میشه که هم شعر و هم یا همون ترانه و هم ملودی یا آهنگ از یک نفر باشه. در مورد عارف صدق میکنه به طور کامل و همچنین شیدا خیلی قبل از اون بوده.